من شخصا به این ایمان رسیدم که شاهزاده رضا پهلوی کسی هستش که داره با صداقت و دلسوزی راجع به وطن و هموطناش صحبت میکنه. بارها دست همبستگی و دست یاری به سوی احزاب و اپوزیسیون ها و در واقع چهره های خارج از کشور رو، همون کسایی که دست در کار سیاست هستن، دراز کردن، ولی متاسفانه از اون سوی ماجرا ما پیامی دریافت نکردیم. و برای اینکه مشکل بزرگی که وجود داره بین اپوزیسیون ها و سیاسیون خارج از کشور اینه که همدیگر رو قبول ندارن، به هیچ وجه همدیگر رو قبول ندارن و حتی گزینه ای رو هم ندارن که به ما معرفی بکنن. خب بگن که ما فلانی و فلانی رو فلانی رو قبول نداریم، ولی ما در این 44 سالی که اونجا پشت میزها نشستیم و صحبت کردیم، این اشخاص قابل اعتمادن و شما میتونید به این آدم ها اعتماد بکنید و حالا شورا یا در واقع هر چیزی رو تشکیل بدین. حتی گزینه ای هم ندارن برای اینکه بخوان به ما معرفی بکنن، برای اینکه در تمام این سالها با هم دیگه اکثرا با اختلاف بودن و با مشکل با هم دیگه در کنار هم دیگه بودن و حتی هم دیگر هم قبول ندارن. به خاطر همین من رسما فکر می‌کنم مدت هاست که دیگه هیچ چشم امیدی با اونها ندارم و فکر می‌کنم که اتفاقی از اون سمت نخواهد افتاد. رسانه‌های خارج از ایران هم بیشتر حالت خبری دارن تا بخوان جریان سازی درستی رو بخوان شکل بدن، یعنی بیشتر خبرگزاری هستن و پوشش این که بخوان یه جریان درستی رو پوشش بدن و حمایت بکنن رو هم من درشون ندیدم. این چیزی که توی این مدت از صحبت‌های رضا پهلوی دیدم، یک بغض و یک حس کاملاً وطن پرستانه بود که من فکر می‌کنم ما این روزها به تنها چیزی که واقعاً نیاز داریم این صداقت و این وطن پرستی است. نیاز داریم به اینکه یک انسان بزرگی، یک انسان وطن پرستی، یک انسانی که ما بتونیم بهش تکیه بکنیم در این مقطع زمانی و احساس بکنیم که کسی هست حامی ماست در خارج از ایران،